آدم وقتی تو سن سال توی فکر میکنه بازم پیش میاد، باید 10-15 سال بگذره تا بفهمی که همون یه بار بوده، که حالت دیگه خوب نمیشه. بلش کن، دنیای ما آدم بزرگا رو بذار برای خودمون. کسافتیه. بهرام رادان، متولد 8 اردیبهشت 1358 در تهران، بازیگر سینما و تئاتر، فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی، که از 21 سالگی جلوی دوربین رفت تا اینکه با فیلم سنتوری سوپر استار شد. بهرام رادان در شهر تهران به عنوان فرزند آخر یک خانواده 6 نفره به دنیا اومده. اصالتاً از سمت پدری اهل اصفهان بوده و 2 خواهر و 1 برادر داره. ورود به کلاس بازیگری. بعد از خدمت سربازی وقتی 21 ساله بودم، بین آگهی‌های روزنامه دنبال یک شغل مناسب میگشتم تا اینکه چشمم به آگهی کلاس‌های بازیگری هیوا فیلم خورد. گوشی رو برداشتم و زنگ زدم و بعد هم خیلی سریع سر از کلاس‌ها درآوردم. مست بودید وقت کشتن امیر کبیر و واگذاری هرات؟ این بار کی مستتون کرد که خط نوشتید؟ بس کن حروف زاده. در جلوی دوربین سر کلاس سرعی قاسمی فیلمنامه فیلم شور عشق به من داده شد که روی نقش کیان تمرکز کنم، نقشی که فکر میکردم 2 دیالوگ بیشتر نداره، غافل از اینکه یکی از 2 نقش اصلی فیلم بود. به این ترتیب با این فیلم سال 1379 در 21 سالگی اولین بار جلوی دوربین رفتم. اوج شهرت با سنتوری. اوج شهرت و افتخار این بازیگر که مسیر هنریش رو تغییر داد، بازی در فیلم سنتوری به کارگردانی داریوش مهرجویی در سال 1385 و در نقش علی سنتوری بود. او برای بازی در این فیلم موفق به کسب 2 سیمرغ خود به عنوان بهترین بازیگر مرد شد. و اما عرصه مدلی، بهرام رادان فعالیت مدلینگ خود رو با برند LG و از صنعت دیجیتال شروع کرد. او سپس با برند لباس نیمانی وارد همکاری شد و مدتی هم با یک شرکت مخابراتی کار میکرد تا اینکه به مدت چند سال مدل اول برند چرم مشهد بود. بهت گفتم امروز؟ نه خیر نگفتی. دوست دارم. میدونم خوشتیم. بریم شام جاده چالوس؟ ماشینم دم تئاتره. برمیگردیم برش میداریم. قبوله. حمایت از همجنسگرایان سال 1394 بود که با نوشتن متنی در توییتر از قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در کنگره آمریکا به عنوان یک رویداد بزرگ همچون لغو قانون بردهداری یاد کرد. یک روز بعد حملات شدیدی از طرف روزنامه کیهان، او را مجبور به حذف توییت و نوشتن نامه عذرخواهی به مدیر مسئول این روزنامه رادیکالی کرد. انتشار خبر ازدواج. در نهایت بهرام رادان روز 13 فروردین 1401 خبر ازدواج خود با همسرش مینا مختاری، فشن بلاگر و از طراحان لباس شناخته شده در فضای مجازی را رسانه‌ای کرد. بعداً مشخص شد آقای بازیگر از 3 سال قبل با این خانم در رابطه عاشقانه‌ای بوده و در نهایت تصمیم به علنی کردن رابطه خود گرفتند. این ملاقات‌های بی جهت و بی استفاده هم نه به کام عاشق نه در شأن معشوق. من بعد از جانب من نه دعوتی هست نه مزاحمتی. شما رو مثل باقی زنها در صف سلام حرم می‌بینم. ایران. هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شما. کس را موقوف نیست که انجام کار چیست. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. اگر از این دسته ویدیو خوشتون میاد میتونین کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده. ویدیوی بعدی منتظرتون هستم.